قابلیت چهارم رنگی کردن عکس‌های سیاه‌سفید. با من همراه باشید. خب این قابلیت یکی از بهترین قابلیت‌هایی که میتونیم پیدا کنیم. چرا؟ چون خیلی همون عکس‌های سیاه‌سفید داریم که دوست داریم رنگیشون کنیم و اینکه این کار یک مقداری چالش خیلی زیادیه برای افراد، مخصوصا واسه صورت که می‌خوایم تو این ویدیو تست کنیم ببینیم که فتوشاپ 2021 چجوری این کار انجام. خب میریم دوباره توی فیلتر، نورال فیلتر و این بار گزینه کالرایز رو فعال میکنیم. خیلی فوق‌العاده است، نه؟ کاملا تشخیص میده کجا گیاهه، کجا زمینه و کجا ریل قصاره و اگر خیلی با دقت نگاه کنید یه جاهایی یه کوچولو رنگاش تغییر پیدا میکنه که این اصلا چیز خاصی نیست، یعنی خیلی مسئله مهمی نیست. چرا؟ اولا که توی این ابزارهایی که اینجا دارید میتونید رنگ ها رو، نوع رنگتون رو کلا تغییر بدید که مثلا چقدر قرمزیش بیشتر باشه، کمتر باشه یا حالا هر حالت دیگه ای که دوست دارید به عکستون بدید. این رو حالت کلی. چیز خوبی که این قابلیت داره اینه بچه‌ها که روی کالر اگر کلیک کنید و مثلا رنگ قرمز رو انتخاب کنید و بهش بگید اینجا، ببینید خودش یه رنگ قرمزی به کارتون میده، یعنی میتونید خودتون به راحتی اینجا رنگ رو انتخاب کنید و نقاطی رو بذارید که اون تشخیص بده که اینجاها رو باید مثلا رنگاش رو تغییر بده و وقتی اوکی میکنیم ببینید یه عکس رنگی ازش میسازه. یه سری چیزا رو که اینجا سفیده اینا رو از حالت زیری برداشته که کلن تشخیص نداده چیه، حالا رنگش رو کپی برداشته. میام روی عکس صورت ببینیم رو صورت چی کار میکنه. قسمت بتا کالرایز خیلی فوق‌العاده است. توی ترفندهایی که تا الان با هم دیگه کار کردیم اگر مجموعه 40 تا تکنیک رو دیده باشید، رنگی کردن صورت یک چالش خیلی زیاده. چرا؟ چون صورت خیلی شادو داره و شما تقریبا مجبورین 3-4 تا رنگ رو انتخاب کنید. توی اون تکنیک بهتون یاد دادم چجوری رنگ صورت یک کس دیگر رو، رنگاش رو و پالت رنگش رو بردارید و روی صورت خودتون، حالا رو صورتی که در واقع سیاه‌سفید میخواین اعمالش کنید، تغییرش بدید. ولی کاری که فتوشاپ انجام داده اینجا فوق‌العاده است. خودش خیلی راحت این رنگا رو تشخیص داده و سایه ها رو هم تشخیص داده. و حالا اگر دوست دارید رنگش مثلا یک کوچولو تغییر کنه به قرمزی بزنه یا هر چیز دیگه میتونید تغییرش بدید. منتها این پلن ها کلن رنگ کل کارتون رو تغییر میکنه، یعنی رو به آبی میبره، رو به سبز، کل کارتون رو تغییر میده. اگر دوست دارید یک نقطه خاصی رو تغییر بدید، مثلا من این رنگ آبی رو میخوام بدم به چشاش، خیلی تشخیص نمیده. میبینید یه جاهای اینجوری ضعف داره، تشخیص نمیده که مثلا فقط نقطه چشاشو باید تغییر بده، کل صورتشو برداشت آبی کرد. یه کوچولوی ایرادای مدلی داره ولی در کل برای کار ابتدایی و اگر تازه کار هستید این ابزار خیلی کمکتون میکنه که کارتون حرفه‌ای تر بنزه. و برای عکس آخر من اینجا آسمون رو دارم، چمن رو و یک اسب خوشگل. خب این عکسمون پی ان جی و همینطور که میبینید نورال فیلترش غیر فعاله. من این رو سیو میکنم. خب من عکس رو با حالت جی پی اگ سیوش کردم و حالا میام این تغییر میدم. پس فرمت عکستون رو دقت کنید بچه ها، چه فرمتی دارید تغییر میدید. ببینید چی کار میکنه، فوق‌العاده است. حتی اسب منو یه حالت قهوه‌ای رنگی هم بهش داده. خب این هم از این قابلیت. پس با این قابلیت میتونید عکس های سیاه‌سفیدتون رو تقریبا به طور کامل رنگیش کنید بدون هیچ ایرادی. خودش سایه ها رو تشخیص میده، بافت کارتون رو تشخیص میده و همینطور که میبینید این درخت ما خیلی حالت سوزنی داره ولی بازم اون حالت ها رو تشخیص داده. یه کوچولو شاید این وسط مسطا یه ذره ایراد داده که این کارا رو میشه با ماسک درستش کرد و حالت کلی رنگتون رو اگر دوست داشتید حالت درام بهش بدید یا حالت زرد رنگ تری یا آبی تری بهش بدید، میتونید از این هندل استفاده کنید. اگر دوست داشتید کل تم رنگی رو تغییر بدید، رنگش رو انتخاب کنید و بعد اون نقطه رو بذارید. اینم از این قابلیت. با قابلیت‌های بعدی همراه من باشید.